صحبت‌های جنجالی و دعوای فلورا نظری با یکی از طرفداراش و پوشش و ظاهر عجیبی که توی کشور آلمان داره. با ما تو این ویدیو همراه باشید، لایو جدید فلورا نظری رو می‌بینیم و صحبت‌هاشو می‌شنویم. شما هم برای اینکه ویدیوهای بعدی رو از دست ندید، همین الان کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خوش اومدید. خب فلورا نظری بازیگر خوب کشورمون رو احتمالاً خیلیاتون خوب بشناسید. بازیگری که به واسطه سریال‌های تلویزیونیش توی دو دهه اخیر حسابی معروف شد و یه تایمی هر سال چند تا سریال تلویزیونی داشتش که شروع شهرتش هم با سریال خانه به دوش رضا عطاران بودش. چند وقتی هستش که خبری از فلورا نظری نیستش و او یا به کشور آلمان مهاجرت کرده و در کنار خانوادهش اونجا داره زندگی میکنه. فلورا نظری اینجور که خودش مدعی هستش قبل از شغل بازیگری کارمند یه سری اداره دولتی بوده و از پول و ثروتی که توی تایم کارمندیش تونسته به دست بیاره الان به کشور آلمان تونسته مهاجرت بکنه و توی آلمان هم به هیچکی وابسته نیست و به صورت مستقل داره زندگی میکنه. ایشون بعد از مدت‌ها توی پیج اینستاگرامش لایوی رو گذاشت و با مخاطباش صحبت کرد که ظاهر عجیب و متفاوت فلورا نظری باعث تعجب خیلی از مخاطباش چون ایشون معمولا توی سریال‌های تلویزیونی بازی کرده و کمتر هم فیلم سینمایی بازی کرده، همیشه با ظاهر پوشیده و با حجاب کامل ایشون رو توی رسانه‌های مختلف می‌دیدیم. ولی خب یه ذره این پوشش جدیدشون شاید برای خیلی از مخاطبا و طرفداراش عجیب به نظر برسه. بریم با هم لایو جدید فلورا نظری رو تماشا بکنیم و ببینیم چیا گفته. اصلا همین الان موسی که مغزت اشکال داره. من که گفتم خودم خونه مستقل دارم، خودم خونه دارم. یعنی خودی چرا اومدی لای؟ دندونم به دماغم، به دستم، به ناخونم، همه چی از آرزومه. اون موقع که تو بیابون، تو سرما، تو گرما کار میکنی، خب اون موقع فکر میکنیم کی کار کرد؟ ربات که نبودیم، آدم بودیم، کار کردیم دیگه. چیزایی که دارم مال قبل از بازگریم، اون دوره‌ای که تو اداره دولتی کار میکردم. ناخونای من به اونی که اینجوری کرده منم اینجوری میکنم. خب دوستان حتما نظرتون رو برای ما راجع به صحبت‌های ایشون تو بخش کامنت ها بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.